دادگاه فرزاد اسلامی و اسماعیل سلمانپور دو فعال دانشجویی صبح روز سه‌شنبه در شعبه 28 بیدادگاه ضد انقلاب به ریاست قاضی مقایسه برگزار شد. به گزارش دانشجو نیوز، فرزاد اسماعیلی و اسماعیل سلمانپور آذر ماه گذشته توسط سپاه پاسداران بازداشت و پس از گذراندن به ترتیب 40 و 15 روز در سلول‌های انفرادی بند 2 الف به قید وثیقه آزاد شدند. سازمان عفو بین الملل ضمن محکوم کردن اعدام 3 متهم به تجاوز به عنف در ملأ عام در میدان آزادی کرمانشاه، سیر سعودی اعدام‌ها در ایران را نگران کننده خواند و تصاویر منتشر شده از آن را تأیید ترویج خشونت در سطح جامعه دانست. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای در لندن اعلام کرد که تصاویر ویدیویی منتشر شده از آخرین سری اعدام‌های در ملأ عام در ایران نشان دهنده برخوردهای بیرحمانه با محکومان و مصداق ترویج بیرحمی در سطح جامعه و در جمع کسانی است که به تماشای مراسم به دار آویختن آنها آمده‌اند و در میان آنها حتی کودکان هم به چشم می‌خورند. این سازمان ناظر بر وضعیت حقوق بشر مجازات اعدام را مجازاتی بیرحمانه خوانده که ایران پس از چین در اجرای آن رکورددار است. شکنجه‌ای که شدن به خاطر اینکه همه مریض بودن و خیلی ضعف داشتن به خاطر اینکه امکانات غذایی نبود، ممکن بود یک بند انگشت به ما یک سیب زمینی خیلی کوچیک بدن با یک کف دست مون و بارها و بارها شاید کم میومد و خیلی‌ها رو وادار میکردن که تو باید صدای سگ در بیاری یا باید کف زمین بیس بزنی. حالا با ما آقای بجنگی؟ به جنگ ندارم بابا، من چی ترسونم که بخوام بجنگم؟ من برای چی بجنگم؟ ببین همون بلایی رو که الان سر بابای سعید آوردیم، خب که زنین نیست میزنه، خب اون بلا میاد تو خونه بابات. هیچ گفتم نزار مسائل بکشه به داداشات. این اگر تو درست برخورد بکنی به خاطر حفاظت به کارم شده باید سفید نگه دارم. خب ببینید شما، من میگی که شما کیا بگید. حتی داخل کوریدور به خاطر اینکه امکانات آبشون خیلی کم بود، داخل کوریدور آب می‌ریختند و آبی که از زیر در زندان داخل اتاق می‌شد بند می‌شد، می‌گفت شما بعد اون رو لیست بزنید و وادار می‌کردن که این کارو بکنن. کار خطایی شرط بهداشتی بوده. بله، شرط بهداشتی مطلوب نبوده، شرط تغذیه‌اش مطلوب نبوده. میگم که اونجا اصلا برای اونها ساخته شده، اصلا جیره غذایی که اونجا میرفته برای اون مخاطبی که گفتم عرازل و آباش بودن برای اونها بوده. اونها اصلا شرایط زندگیشون شرایط سختگیرانه بوده، شکنجه هاشون خیلی بود، بارها بارها شده بود که انسان حیوان‌های که داخل کبیر بودن، یک بار داخل اتاق آقای حامد اکبری توی اتاقش به خاطر اینکه انفرادی بود، اول انفرادیش کرده بودن، یک تون از این سمندرهای آفتاب پرست نمیدونم چی هستش که داخل کبیر هستش داخل اتاق اون انداخته بودن و بعد اونو اون سمندر رو ول کردن داخل کوریدور زندان که بعدا ما رفتیم داخل بند و 8 تا سلول بیشتر نداشت، 8 تا اتاق داشت
ما رو کردن داخل اون سمندر رو ول می‌کردن. یک بارم سمندر رو به یک پسر بچه‌ای که سنش پایین بود 17 سال بود بهش گفته بودن که یا این سمندر رو بغل کن بوس کن، یا اینکه با اون یکی دوست باید تجاوز کن. ما ببینیم بحثی رو که گالیندوفول مطرح کرد، اول بحث شکنجه در زندان‌های ایران بود و اومد بررسی کرد و آخر به جمع‌بندی رسید که در زندان‌های ایران شکنجه وجود نداره. از تیزگان استفاده می‌کردن، دستگاهی که توهم میده که من خودم دو مرتبه تیزگان به پام زده شد. چجوری بود؟ احساسش چجوریه؟ چی هستش؟ من چیزی به نام تیزگان نمی‌دونستم تا اینکه بعدها متوجه شدم که این دستگاه تیزگانه. یک دستگاه کاملا کوچیکی بود که رنگ‌های مختلفی، مایه‌های رنگ‌های مختلفی داخلش بود که این دستگاه رو وقتی که می‌زدن این دستگاه با یه سرعت خیلی زیادی مثل یک سیم که نوکش یه حالت ستاره مانند باشه و خیلی تیز باشه، اون سیم شدیداً با اون ستاره می‌خورد به بدنت، یک جای بدنت رو پاره می‌کرد و اون زهر رو وارد می‌کرد و برمی‌گشت. شاید تمام این لحظه کمتر از 30 ثانیه طول نکشید و وقتی که به بدنت میخورد، چون شدیداً وارد بدنت میشد و وارد خونت میشد، شدیداً احساسش فوق‌العاده توهمی میکردی. شاید کسانی که میخواستن بهت کمک بکنن اونها رو یک موجودات فوق‌العاده عجیبی میدیدی و تماماً عرق میکردی. تیزگان وقتی پام خورد، من ظرف 30 ثانیه هیچ متوجه نشدم. فقط تمام کسانی که قصد کمک به من داشتن، شاید مثلا با لباسشون، چون امکانات کردن با لباسشون میخواستن عرقی که من کرده بودم پاک بکنن، من احساس میکردم شاید یک نمیتونم، شاید خنده‌دار باشه، یک موجود کاملا عجیب، یک موجود کاملا ترسناک که شاید تو فیلم‌های ترسناک دیده باشین، شاید حیوانات خیلی بزرگ میخواستن بیان انگار میخوان من خفه کنن، انگار میخوان من اذیت کنن. توهمات خیلی شدیدی داشتم در اصل. آقای آرش، برای اولین بار کی، کجا و چگونه چه کسی را شما شکنجه دادید؟ هنوز میتونم که اولی ما در سال 53 بود که یکی از جوانان مبارزه مملکت رو در کمیته با شلاق شروع کار رو شکنجه شده و یه دستگاه دیگه بود به نام آپولو که اون عبادت بود از این مانند صندلی مانندی بود که دست روش بسته میشد، پاهام بسته میشد و این کلاه آهنی میمارد به سر که کف پا چلاق میخورد و اون کلاه هم یک ضربه میخورد که این انعکاس صدا روی این نفر اثر و مطلوب داشت و از نظر روحی شکنده میشد. نه همون، نه آب. آبی که میخواستن به ما بدن به خاطر اینکه ظرف نداشتن توی ظرفای گازوئیل می‌ریختن و اون آب با گازوئیل قاطی می‌شد. فرض کن یک ذره آب که می‌دادن، فرض کن برای یک بند که 30 نفر داخلش بودن، شاید هم بارها و بارها بیشتر شد، از 40 تا 50 تا ممکن بود توی بند باشه. آبی که به ما می‌دادن با گازوئیل قاطی می‌شد و انقدر کم بود که شاید اصلا به کسی نمی‌رسید، غذا به کسی نمی‌رسید. من خودم آفتاب ندیدم به نوبه خودم، از یه روزنه‌ای که توی سقف کوریدور بود من میدیدم که فقط یه نور میاد، احساس میکردم که روز شبه، هیچ امکانی نداشتم. در طول هفته شاید 4 روز در رو باز میکردم برای رفتن به دستشویی و دستشویی رفتن ما جوری بود که دو مرتبه تونل برای ما درست میکردن و باباتون نشسته و بایستده همراه با فوشهای ناسزا به خانواده و هر کس میزدن و میگفتن صورتتون حق ندارید باب بشونید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 برگرد. اگه از 10 بیشتر شد کتک میخوردی به درد فوق العاده فجیع. حتی یک روز مدت 3 روز در رو باز نکردم و تمام بچه ها به خاطر اینکه شدیداً فشار داشتن توی ظرفای آبی که خالی شده و آب به من نده بودن ادرار کردن. شاید بچه ها به خاطر مریضی که گرفته بودن، خیلی ها اسهال شده بودن به خاطر اینکه اصلا مریض شدید شده بودن، اسهال شدن، شاید ما پتو میگرفتیم که اونا بخوان دستشویی بکنن و بوی مدفوعی بود و بوی کثافتی بود که داخل اون زندان پیچیده بود. ما
اصلا اجازه رفتن تو حیاتو نداشتیم، حتی در رو برای ما باز نمی‌کردن که ما توی کلیدور قدم بزنیم یا توی راه رو قدم بزنیم. والله شهید لاجوردی به من میگفت، من اونجا در روز رفتم سخنرانی، میگفت بیا برو نگاه کن، استخر ما درست کردیم، جکوزی درست کردیم برای همین مجاهدین. جوانی که 48 ترور داره الان تو جکوزی داره صفا میکنه. The color.